سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان کشور افغانستان، خواهران و برادران گرامی. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از مساوات خانم دکتر میرحسینی و دوستان دیگرشون، با اجازتون سریع وارد مطلب میشیم. عنوان بحث عدالت جنسیتی و اصلاح فقهی حقوقی هست. بخش اول هم در مورد پیشینه سنت حقوقی در اسلام کلیاتی رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم. بحثم رو با این نکته شروع میکنم که ما در جهان اسلام با تنوع فقهی از آغاز روبرو بودیم. این تنوع فقهی نه تنها نامبارک نیست، بلکه به فرموده رسول خدا اختلاف علماء امتی رحمه مبارک و باعث برکات فراوانی بوده. به عنوان نمونه صرفا اشاره میکنم، ما مذاهب اهل سنت و جماعت حداقل 4 مذهب بزرگ داریم: حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی. در میان شیعه 3 مذهب اصلی داریم: جعفری، یعنی امامی اثناعشری، زیدی و اسماعیلی. 1 مذهبی هم هست، خب در اقلیت هست، مذهب عباسیه که نوعا در کشور عمان هستند و در برخی کشورهای شمال افریقا. فقه این 8 مذهب که مشاهده می‌فرمایید با همدیگه یکسان نیست. پیروان همه این مذاهب به حمد الله مسلمانند ظاهرا و واقعا، به خاطر که به اصطلاح مبادی مذهب خودشون عامل باشند و مؤمن باشند. این تنوع و تکثر مذهبی هم در کلام هم در فقه اسلامی انکار ناپذیره. یعنی اگر کسی بخواد این رو انکار بکنه، مثل اینکه آفتاب رو داره انکار میکنه. نه تنها در ما این 8 فلواقع مذهب رو داریم، داخل هر مذهب که بشیم گرایش های مختلف به چشم میخوره. در مذهب حنفی همه فقها ها یک جور فکر نمی کردن، از اول یک گونه فتوا ندادن. هاکزا در مذهب جعفری مثلا ما شیعه اخباری داریم، شیعه اصولی داریم، اینا خیلی با هم دیگه فرق میکنن، فتواهاشون هم با هم متفاوت هست. تازه در هر گرایش فقهی هم ما شاهد فتاوای مختلفی هستیم. در هر مسئله فقهی اختلاف نظرهای متعددی قابل میشه. حالا اونی که بحث ما مربوط میشه، در فقه که این تکثر فتوا به چشم میخوره مثل بقیه مباحث فقهی. وقتی هم که در مسئله اختلاف فتاوا میبینیم و اینکه مسئله اتفاقی و اجماعی نیست، معناش اینه که در اجتهاد بازه و بنابراین ما هم با رعایت شرایط موجود در اجتهاد مجاز هستیم که نظر فقهی خودمون رو بیان کنیم. که من در این جلسه میخوام خدمت شما این آراء فقهی شاید متفاوت رو ارائه کنم. بحث دوم این جلسه ما بحث بسیار مهم شریعت و فقه. غالبا ما این دوتا رو یکی میگیریم، مثلا احکام شرعی معادل میگیریم با احکام فقهی. اما میخوام توجه شما رو به این نکته بسیار مهم جلب کنم: شریعت موازین جاودانه و دائمی اسلام. شریعت استانداردهای دینی کتاب و سنت، یعنی موازینی که با قبول اونها و با رعایت اونها ما فی الواقع مسلمانی. نکته خیلی مهم اینجا اینه که شریعت یک امر مقدس و تغییر ناپذیره. اما یادمون باشه شریعت یعنی چی؟ شریعت یعنی اون میزانها، اون استانداردها، اون مطالب کلی. حالا به شکل دقیق تر وقتی میخوام بگیم شریعت، لااقل مراد من از شریعت ایناست: ارزش‌های بنیادی. این چیزایی هست که مسلمانی ما به اون به اصطلاح ارزش‌ها وابسته است. مثلا کرامت انسانی که از ارزش‌های اصیل قرآن کریمه، یا این که عدالت، قسط، حریت، مساوات، اینا رو حالا توضیح خواهم داد. بخش دوم ارزش‌های بنیادی اصول دینه: توحید، نبوت، معاد،
خب اگه کسی به اینها باور نداشته باشه، اینا نمیتونیم بگیم مسلمانه، اینا شریعت ماست. موازین اخلاقی، راستگو بودن، پرهیز از دروغگویی، امانتداری، ایثارگری، احسان، اینا از ارزش‌های اصیلی است که در علم اخلاق ما وجود داره و قرآن کریم، سنت رسول الله از اینها موج میزنه. مناسک و شبه مناسک اصلی، مناسک یعنی عبادات، نماز، روزه، حج، زکات و شبه مناسک یعنی چیزهایی که توقیفی است و ما مطابق نظر شارع و قرآن و پیامبر، مثلا این که ما مجاز نیستیم هر چیزی بنوشیم، مجاز نیستیم هر چیزی بخوریم، روابط جنسی حریم در نزد ما داره. اینها رو من ذکر کردم به عنوان مناسک و شبه مناسک اصلی. و برخی رؤوس معاملات، این اصطلاح معاملات اصطلاح فقهی است، مثلا این که خوردن ربا در دین ما حرام است. خب این امری است که جزء این همون امور تغییرناپذیر است که ما بهش قائل هستیم. در هر حال نوعا وقتی میگن شریعت، بلافاصله میرن رو مسائل فقهی که حالا من جداگانه توضیح میدم. بنابراین من وقتی شریعت رو استعمال میکنم، به کار میبرم، یعنی امری فرامذهبی است، یعنی ربطی به شیعه یا سنی ندارد، مال همه مسلمانان است، فرازمانی است، یعنی ربطی به صدر اسلام نداره، مال همه زمان هاست، فرامکانی است، یعنی ربطی به حجاز ندارد، مال همه مکان هاست، ربطی به آسیا ندارد، خاورمیانه ندارد، افریقا ندارد، همه دنیاست، فراجنسیتی است، فقط مال آقایون نیست، خانما هم در شریک هستند، فرانژادی است، ربطی به اعراب ندارد، مال همه فارس و ترک و بلوچ و ترکمن و همه اینها درش، افغان و امثالهم همه اینها درش هستند، فراملیتی است، ربطی به این ملت یا اون ملت ندارد، فراطبقاتی است، یعنی ربطی به این طبقه اجتماعی اون طبقه اجتماعی ندارد، فقیر و غنی ندارد، مال همه است. خب این شریعت است که ما باید همت بیشتری برای آشنایی باهاش بکنیم. اما فقه چیه؟ فقه مثل کلام، مثل علم کلام، مثل علم تفسیر قرآن یا تفسیر احادیث از جمله علوم اسلامی است، خیلی هم قابل احترام. اما همه علوم اسلامی علوم بشری و تاریخی هستند، یعنی توسط ما انسان‌ها اینها تولید شدند و در بستر تاریخ هم تحول پیدا کردند. مثل این موضوع، اینها موضوع علم کلام یا تفسیر یا فقه معارف الهی کتاب و سنته، اما صرف این که موضوعش الهی هست باعث نمیشه که خود مباحث این علوم هم اون صفت رو از اون صفت برخوردار باشه. این علوم از جمله فقه محصول فهم بشر از معارف الهی در بستر زمان و مکان هستن. خب تا گفتیم فهم بشری، علوم بشری مبتلا به محدودیت‌های بشری هستند. ما که خدا نیستیم، ما که علم مطلق نداریم که همه چیز را بدانیم، ما یه چیزایی رو میدونیم، ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، ما آدم ها خطا پذیر هستیم، در بند زمان و مکان هستیم، مقدس نیستیم. خب اون چه که ما تولید میکنیم هم همین صفات رو دارن، یعنی حالا ما یه انسان، امام محمد غزالی باشد، امام جوینی باشد، شیخ مفید باشد، هر که باشد، این محدودیت ها رو دارد. فقهای ما هم فرابشر که نبودن، بنابراین این صفات درش هست. خب یه نکته دیگری که میخوام خیلی بهش هممون توجه بکنیم اینه که ما چون آدم هستیم تحت تأثیر خیلی چیزا قرار داریم. این خیلی چیزا توی علوم ما که ما تولید کردیم خودشو نشون میده به شکل مشخص: شخصیت فقها، زمانه و زمینه اونها، مذهب و ملیتشون، گرایش‌های سیاسی و اجتماعیشون، خیلی مهم تو بحث ما جنسیتشون، این که این فقیه آقا بوده یا خانم، و دیگر مؤلفه‌های شخصیت بشری فقها توی فقهشون قابل مشاهده است. یعنی به این خیلی ساده بگم، اگر فقها یا بخششون مثلا خانم بودند، آقا نبودند، فقهشون معلوم نیست همینی باشه که هست. نکته دیگه این که
فقه خیلی مربوط به زمان و مکانه. فقه چند قرن قبل معلوم نیست به درد امروز بخوره. مسائل مستحدث یعنی مسائل جدید جدید نیازمند استنباط فقهای معاصر هست. بنابراین اگه ما فقهای خیلی قابل احترامی در گذشته داشتیم که داشتیم، ولی امروز مثلا مسائلی داریم در رابطه با اینترنت، مسائلی داریم در رابطه با عقلانیت این زمان، مسائلی داریم در مورد جنسیت، اینها نمیتونه فقه فقهای گذشته پاسخگوی این سوالا باشه. ما امروز احتیاج به اجتهاد تازه داریم. به هر حال نکته آخرم هم تو اینجا اینه که جنسیت فقها در کیفیت استنباط احکام بانوان به شدت تأثیر داره. بحث سوم در این قسمت، اجتهاد عامل پویایی فقه اسلامی است. خب به حمد الله فقهی ما، حالا چه فقه اهل سنت چه فقه شیعه، فقهی پویاست. مرادم از این هم به خاطر اجتهاده. اجتهاد موتور محرک فقه ماست که ما رو از این احکام فرعی فقهی به سمت اون موازین تغییرناپذیر و جاودانه شریعت راهنمایی بکنه. اجتهاد یعنی استنباط منضبط احکام فقهی از کتاب و سنت. بنابراین منبع اصلی ما کتاب خدا و سنت رسول الله هست و ما قرار است به شکل روشمند منضبط احکام را از این دو منبع اصلی استخراج بکنیم. خب این که گفتم منضبط به چی برمیگرده؟ یه منطق داره اجتهاد و اون علم اصول فقه که تو همه مذاهب فقهی این علم وجود داره. اجتهاد دو فقیه حتی در یک زمان لزوماً یکسان نیست و این نکته خیلی مهمی به خاطر انسان بودن فقها. بنابراین حتی اگر دو فقیه حنفی با یک گرایش مشترک داشته باشیم لزوماً فتاواشون یکسان نیست. اگر در دو زمان متفاوت باشن، مثلا یکیش مال قرن 5 یکیش مال قرن 14 است، بسیاری از احکامشون فتاواشون میتونه متفاوت باشه. اجتهاد دو تا نتیجه جدی داشته. یکی عامل تکثر در فقه اسلامی بوده، یعنی تفاوت فتاوا خیلی راحت، و یکی دیگه عامل پویایی فقه اسلامیه، یعنی این که این فقه الان زنده است میتونه به مسائل دینی این زمان پاسخ بده به خاطر اجتهاد. خب خیلی بدیهی با این توضیحاتی که دادم که اجتهاد هر فقیهی لزوماً به درد پاسخ به مسائل زمانه و زمینه دیگر نمیخورد. یعنی به شکل خیلی شفاف، اگر ما میخوایم مسائل مسلمان قرن 21 و قرن 14 خودمون رو حل کنیم، نمیتونیم به فتاوای فقهای بزرگوار قرن 5 مثلا 6 استناد بکنیم. هاکذا هر جامعه ای زمینه خاص خودش رو داره. افغانستان یه شرایطی داره که مثلا توی ایران و ترکیه و پاکستان ممکنه کمتر باشه. بنابراین اجتهاد این فقها باید این دو عامل درش لحاظ بشه. پس میشه گفت اجتهاد ارتباط تنگاتنگ و وثیق با شرایط زمانی مکانی فقیه و مفتی داره. وقتی هم میگیم اجتهاد، خب وظیفه علما فقها اجتهاده. وظیفه دیگر مردم، دیگر مسلمانان، مکلفان که اونها متخصص در امور فقهی و امور دینی نیستن، خب میگیم وظیفه اینها مراجعه، رجوع به متخصصین هست. همونطور که ما در هر رشته به متخصصش مراجعه میکنیم، وقتی بیمار میشیم به پزشک مراجعه میکنیم، وقتی میخوایم خونه بسازیم به مهندس مراجعه میکنیم و همینطور الاخر. اما لزوماً مردم موظف به تقلید تعبدی و کورکورانه از مجتهد نیستن، مجازن، بلکه تشویق میشه سوال بکنن و وقتی قانع شدند عمل بکنن. این خیلی نکته مهمیه. ما از هیچ کس نمیخوایم تعبدی و کورکورانه از مجتهدین تقلید بکنه. ما میخوایم آگاهانه، محققانه و به شرطی که قانع شدند از اقوال مجتهدین مورد نظر خودشون تبعیت کنند. بخش بعدی این عنوان اینه که
اینو بیشتر توجه بفرمایید. فهم کتاب و سنت اجتهاد پذیره. کتاب قرآن کریم عوض بشو نیست، همینه که هست. سنت رسول الله هم به حمد الله در بین ما محفوظ مونده. اما اینکه ما چجوری مقصود کلام الله مجید، مقصود سنت نبوی رو درک بکنیم، بفهمیم، اینها مشمول اجتهاده. اصلا اجتهاد علم فهم همین کتاب و سنته. پس نگید که اگه کتاب و سنت تغییر ناپذیره پس فهمش هم تغییر ناپذیره. نه خیر، فهمش قطعا تغییر پذیره به این عواملی که توی اسلاید قبلی بهش اشاره کردم. برخی فکر میکنن نه، بخش غیر اجماعی فقه فقط مشمول اجتهاد میشه، بخش اجماعیش دیگه مشمول اجتهاد نیست و همونی که بوده هست. این هم تصور درستی نیست، چون در قلمرو امور اجماعی بین فقها حتی در یک مذهب اتفاق نظر نیست. برخی یه چیزایی را اجماعی میدونن که بقیه فقهای همون مذهب اونا را اجماعی نمیدونن. برخی از فقهای دقیق‌تر در اجماعی بودن برخی امور شک کردن، گفتن گوینده این مطلب اجماعی یه فقیه بزرگ بیشتر نیست و این بر نمیگرده به اتفاقی بودن قول در این زمینه. حتی یک سوء تفاهم دیگه که گاهی پیش میاد، میگن که فلان امر ضروری اسلام است، ضروری دین است، پس دیگه قابل اجتهاد نیست. خب سوال اینه، آیا همه اموری که ضروری پنداشته میشوند درش اتفاق نظره؟ اگر اینها رو پسینی یعنی تجربی بریم سراغش، کتب فقها رو مورد بحث قرار بدیم، میبینیم که برخی از ضروریات درش اتفاق نظره، بسیاری از اموری که درش ادعای ضروری بودن شده، اینها درش در بین فقها حتی در فقهای یک مذهب اتفاق نظر نیست. یعنی به زبان ساده تر، حتی اموری که ضروری معرفی شدند هم از شمول اجتهاد خارج نیستند. یه بخش دیگه از امور فقهی امور عقلی است. یه مباحثی است که خب تو هر فقهی تو برمیگردن میگن این مسئله بر اساس قیاس اومده، بر اساس استحسان اومده، بر اساس سد ذرایع اومده، بر اساس مساله مرسله اومده، یا مثلا در فقه امامی بر اساس مستقلات عقلیه اومده. خب این امور هم با توجه به اختلاف نظری که فتاوای فقها در این حوزه ها ما مشاهده میکنیم، میتونیم بگیم امور عقلی هم اجتهاد پذیرند، نه اجتهاد ناپذیر. باز یه توهم دیگه اینجا، سوء تفاهم دیگه ممکنه پیش بیاد، بگن که اجتهاد فقط مال فقه، اما اصول فقه، قواعد فقه، علم رجال، اینها نه، اینا دیگه خارج از اجتهاده. اینم اشتباهه. همونطور که تو فقه میشه اجتهاد کرد، توی قواعد فقه، توی رجال، درایه و اصول فقه هم میشه اجتهاد کرد. اینها میگهش میگن مبانی فقه. پس هم فقه قابل اجتهاد است، هم مبانی فقه قابل اجتهاد است. از سمت دیگه این نکته غالبا در مباحث فقهای ما مورد توجه قرار نگرفته. قبل از این که ما به کتاب و سنت مراجعه کنیم و بخوایم فتوا بدیم، ما چه تلقی از جهان داریم؟ چه تلقی از انسان داریم؟ چه تلقی از معرفت داریم؟ چه تلقی از باورهای دینی داریم؟ به زبان ساده تر، جهان شناسی ما، انسان شناسی ما، معرفت شناسی ما، الهیات ما چگونه است؟ فکر نکنیم که اجتهاد فقط میره تو فروع فقهی. اجتهاد در این شعبه هایی که اشاره کردم، مثل جهان شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی و کلام هم وارد میشه. به اینها میگم مبادی فقه، یعنی مقدمات فقه. اگر میبینیم در حوزه فقه بانوان ما مشکلاتی هست، راه درست اینه که ما از این دو جا شروع کنیم، یعنی از اجتهاد در مبانی فقه و اجتهاد در مبادی فقه. یه مثال بزنم، وقتی که فقیهی نمیپذیرد زن و مرد حقوق مساوی دارند، قبل از این که بخوام بحث فقهی با او بکنیم، باید در حوزه انسان شناسی با او وارد گفتگو بشیم. آقای فقیه، آیا شما
در انسان شناسیت اثبات کردی که مرد بر زن در همه امور رجحان و برتری داره؟ با کدوم دلیل؟ این همون جاست که میگم باید اول مبادی فقه را، مقدمات فقه را بحث و بررسی کرد، پاکیزش کرد، بعد بیام سراغ فروع فقهی. پس اجتهاد منحصر در شیوه سنتی، اونم محدود به فروع فقهی نیست. اجتهاد خیلی جاش وسیع تره، خیلی بحثش بزرگتره. اجتهاد میتونه به شیوه غیر سنتی باشه و در مبانی و اصول فقه هم باشه. به زبان علمی اجتهاد منضبط در مبانی فقه و اصول فقه هم مشروع، موجه، بلکه لازمه. اصلا هر تحول روشمندی رو ما انتظار داریم باید از این دو جا شروع بکنیم، یعنی از مبانی فقه و از مبادی فقه. بعدش میریم سراغ فروع فقهی که حالا در این مسئله خاص، مثلا فرض بکنید طلاق حق منحصر مردانه است یا نه، یا زنان هم توی مسئله میتونن دخیل باشن. اینا جاش اینه قبل از فرع فقهی تو این مسائل جلو. این رو هم بگم خدمت شما که اکتفا کردن و منجمد موندن در اجتهاد سلف صالح خدمت به اسلام و قرآن و شریعت پیامبر نیست. سلف صالح یعنی گذشتگان بزرگوار، همشون حق دارن به گردن ما سر سفره اونها نشستیم، رضوان الله علیهم، رحمت الله علیهم اجمعین. اما قرار نیست که ما هرچی اونا فرمودن ما عیناً بگیم. به قول امام محمد غزالی که همه ما به ایشون احترام داریم، از مفاخر جهان اسلام هستن، وقتی بهش میگفتن آقای فتوای تو با فتوای گذشتگان فرق میکنه، ایشون میفرمود که اونها رجال زمان خودشون بودن، نحن رجال، ما هم آدمای خودمون هستیم، یعنی ما هم آدمی، ما هم حرف داریم. بنابراین اگه کسی فکر میکنه با تکرار مکررات گذشتگان میتونه به خدا و پیغمبر و قرآن و اسلام و شریعت خدمت کرده باشه، پاک بیراهه میره. ما باید الان، ما فرزند این زمان هستیم، باید ببینیم که تو اینجا، تو این دوره اسلام خودمون رو، شریعت خودمون رو چطور حفظ کنیم. خب من برای این قسمت بحثم مقدماتی عرض کردم، چون اکثر شنوندگان ما، عزیزان ما قائل به اسلام اهل سنت هستن، منم بیشتر مثالام رو در اون زمینه متمرکز کردم و عنوان این بحث فعلی پیشروان تحول فکر دینی در اسلام سنی معاصره. حرفایی که بعدن از من خواهید شنید ریشش به این بزرگواران برمیگرده و اینا همه از علمای بزرگ جهان اسلام هست. میدونید که سرسلسله احیاگران جهان اسلام همشهری شما بوده، سید جمال الدین حسینی افغانی، حالا ایرانیان بهش میگن اسدآبادی، مال همدان، اصلا ملیتش مهم نیست، ایشون اهل هر کجا بوده بسیار به جهان اسلام خدمت کرده. این اسلایدی که به اصطلاح تصویری که من از ایشون انتخاب کردم از یک کتابخانه کشور افغانستان، نوشته مصلح شرق سید جمال الدین افغانی. ایشون واقعا شخصیت قابل احترام، این جمله هم در خود بسته همون کتابخانه افغانستان ازشون نقل کرده که هیچ دینی به اندازه اسلام توسط معتقدان جاهل و متعصب ضربه نخورده است. این سید بزرگوار اولین کسی است که در فرانسه در دانشگاه سوربن با در مقابل ارنست رنان از ظرفیت اسلام برای علم و پیشرفت دفاع کرده در آخر قرن 19 هم. ببینید در قرن 19 همیشون زندگی میکرده، شاگردان متعددی تربیت کرده. ایشون در هند، در ترکیه، در ایران، در مصر منشأ انقلاب بوده، هر جا رفته تونسته تحول اجتماعی ایجاد کنه. بیشترین پایگاهش در مصر بوده، مهمترین شاگردش شیخ محمد عبدوست، مفتی بزرگ الازهر. محمد عبده نیازی به معرفی نداره، هر مسلمانی خصوصا هر مسلمان سنی باید فتاوای عبده رو بشناسد. اصلاح فکر دینی با شیخ محمد عبده شروع میشه. چیزایی که من تو این جلسه میخوام خدمت شما عرض کنم بسیارش وامدار عبده هست.
عبد شاگرد سید جمال بود. عنوان کتابش هم برای شما گذاشتم، الاعمال الکامله للامام الشیخ محمد عبدو. این مجموعه است که هر کدوم از دوستان ما که در این امور کار تخصصی میخوان بکنن، خیلی خوب به کتابایشون مراجعه بکنن. برخی از کتابایشون به فارسی ترجمه شده، اگر به عربی مشکل دارید کلن به انگلیسی الان بسیار از آثارشون موجود هست. عبدو الان شخصیت طراز اول اسلام فلواقع معاصر محسوب میشه. ایشون شاگردان متعدد داشت، شیخ محمد عبدو. یکی از شاگردانش محمد رشید رضا اهل سوریه، مشهور به تفسیر المنار که همه آرا استادش هست. متاسفانه نتونست تمامش بکنه، اینجا جلدش رو مشاهده میکنید. و یک مجله داشت که این مجله مجله است که باز تصویر شماره اولش رو مشاهده میفرمایید، هنوز برای من قابل استفاده است و بسیاری از آراء جدید در جهان اسلام توسط مرحوم رشید رضا منتشر شده. اولش هم به آراء استادش استناد میکرده و بعدش آراء خودش و دیگران رو هم منتقل کرده. بنابراین این دو نفر، از اول عبدو و بعد رشید رضا. دیگر پیشروان تحول فکر دینی در اسلام سنی معاصر، سومینش مرحوم محمد اقبال لاهوری است، سرسلسله احیاگران اسلامی در شبه قاره هند. خب اون زمان که ایشون شروع کرده هنوز پاکستان تأسیس نشده بود. ایشون به زبان فارسی دیوان دارد و مهمترین کتابش هم که به فارسی ترجمه شده، به انگلیسی نوشته، احیای فکر دینی در اسلام. من توصیه میکنم به همه عزیزان که این کتاب رو حداقل به فارسی بخونن، به انگلیسی هم در دستشون هست، به عربی هم هست. و واقعا اقبال این بحث اجتهاد به اصطلاح اصولی، اجتهاد بنیادی رو اولین بار ایشون شروع کرد. فقیه نبود اما آرایش باعث الهام بسیاری فقها شده. در اسلام سنی معاصر من مایل هستم دو نفر دیگر رو هم معرفی بکنم که هر دو از کاراشون استفاده میکنم و به شما توصیه میکنم استفاده کنید. یکی مرحوم دکتر فضل الرحمن هست، استاد بین المللی علوم اسلامی، اهل پاکستان بود اما سالها دهها در دانشگاه شیکاگو ایشون تدریس علوم اسلامی کرد و بسیاری از همکاران فعلی من شاگرد پروفسور فضل الرحمن بودن. دو کتابش که به فارسی ترجمه شده من برای اینجا گذاشتم برای شما، یکی مزامین اصلی قرآن هست و دیگری اسلام و مدرنیته، تحول یک سنت فکری است. واقعا باید کتابا رو خون تا یقین پیدا کرد که ما به تحول فکری نیاز داریم. یکی از چیزایی که فضل الرحمن در موردش حق سخن را ادا کرده در مورد حقوق بانوان هست و این جمله رو من از فضل الرحمن یاد گرفتم که میگفت نوشته پیغمبر اسلام در مورد حقوق زنان نیمی از راه رو رفت و نیمه دوم رو برای ما گذاشته که ما طبق سنت حسنه او این راه رو ادامه بدیم و من این کار رو دارم انجام میدم به روشی که فضل الرحمن نشون داد. جوانترین استاد اهل سنت معاصر بین المللی در حوزه علوم اسلامی، فقه اسلامی، حقوق اسلامی، خالد ابوالفضل هست. استاد دانشکده حقوق دانشگاه UCLA هست. یک کتابش که به فارسی ترجمه شده رو من اینجا گذاشتم، تساهل در اسلام، ما خیلی به این نیاز داریم. این کتاب دومش که امیدوارم به فارسی ترجمه بشه، Reasoning with God، یک تلقی جدید از شریعت هست که من این تلقی رو خیلی به درد بخور در دنیای معاصر میبینم و میدونم. اینا رو گفتم تا بدانید اگه حرف متفاوتی شنیدید، این حرف ها فی‌الواقع تنها حرف گوینده نیست، این به اصطلاح غول‌های علمی پشتش هستند و میتونن به ما اسلام ورزی مدرن رو یاد بدن. حالا یه در کلیات رو گفتم، حالا بریم سر مسئله اصلیمون که مسئله زن هست. خب وقتی ما میخوام شروع بکنیم بگیم که زن در اسلام چه موقعیتی داره، حالا قرآن رو جداگونه بحث میکنم، بیشتر میخوام بگیم که زن در چشم و دل پیغمبر چگونه بوده و از اون سمت با زن در
جامعه ما الان چگونه است. این دوتا رو با هم مقایسه کنیم. اگه با هم فاصله داره، خب بدانیم که ما باید زحمت بکشیم و خودمون رو مطابق اسوه حسنه که رسول خداست تنظیم بکنیم. من اسم 4 خانم رو اینجا ذکر کردم از بانوان صدر اسلام، بیشتر هم بودن، حالا صرفا برای این که وقت ما بیشتر کفاف نمیده. یکیش حضرت خدیجه کبراست، همسر دائمی و پیامبر اسلام که برگردن همه مسلمانان حق داره. اولین مسلمان است، این خیلی مهمه. اولین مسلمان مرد نبود، اولین مسلمان یک زن بود. سرمایه خدیجه اگر نمی بود، محمد بن عبدالله صلوات الله علیه نمی توانست اسلام رو اونگونه که کرد گسترش بده. تا زنده بود پیامبر هیچ زن دیگری نگرفت. اینها درس میده به ما. خب خدیجه چه؟ آیا خدیجه به اصطلاح امروز بازرگان بود؟ اونها که فکر میکنن زن باید گوشه خونه بنشینه، صرفا بچه داری بکنه، هیچ کاری به کار دیگه نداشته باشه. خب اولین زن مسلمان یک بازرگان بوده که خدماتش خارج از خانه قابل اغماز نیست. دومین زنی که میخوام ذکر بکنم فاطمه زهرا، دختر رسول الله. خب ایشون خطبه‌ای که ازش باقی مونده که در به اصطلاح خطب النساء، در بلاغات النساء قدیمی ترین کتابی است که خطبه های بانوان صدر اسلام رو درج کرده، میدرخشه. کسی که فکر میکنه زن بینش سیاسی نمیتونه داشته باشه، به خطبه فاطمه زهرا، دو خطبه ایشون مراجعه بکنه، ببینه چجوری از حقوق سیاسی و اجتماعی مسلمانان دفاع میکنه، چجوری خلفای وقت رو مورد نقد قرار میده، اونم توی مسجد، اونها هم حاضر هستن، با ادب جواب میدن، گفتگو ادامه پیدا میکنه. خب این زنه، حالا زنی هم که ما دنبالش هستیم فکر میکنیم که نه اصلا نباید وارد هیچ کدوم از مسائل سیاسی بشه. خانم دو نفرم از بانوان به اصطلاح همسران پیغمبر، ام المؤمنین ذکر کردم، غیر از خدیجه کبرا، یکیش ام سلمه است، یکی عایشه. ام سلمه رو به این دلیل انتخاب کردم که بعد از خدیجه میتونیم بگیم فاضله ترین بانوی پیامبر بود. احادیثی که ازشون باقی مونده، تصمیم هایی که گرفته بسیار قابل احترام. از اون سمت حضرت عایشه هم ایشون آخرین همسر پیامبر بوده، بسیار مورد محبت ایشون بودن. بسیاری از احادیث اهل سنت از طریق عایشه ادامه پیدا کرده و به دست بقیه رسیده. خب شما افراد رو نگاه بکنید که در زمان پیغمبر چه جوری زندگی میکردن و پیغمبر چگونه به اینها احترام میگذاشته. اینکه پیغمبر بیاد در مقابل مسلمانان دست دخترش را ببوسد به ما میگوید چی؟ میگه که زنی که اون زمان زنده به گور میشد، هیچ احترامی نداشت، پیغمبر خدا مباهات دارد به این که دست دخترش را به عنوان نماینده زنان عصر خودش ببوسه. خب حالا من این سوال تلخ رو مطرح کردم، اگر امروز در خدمت پیامبر بودیم در مورد حقوق بانوان چه میفرمود و چه میکرد؟ اشتباه نکنیم، ما لازم نیست بریم صدر اسلام و مطابق شرایط محدود قرن 7 میلادی در حجاز بخوایم قضاوت بکنیم. ما باید پیامبر و ارزش‌های جاودانه و متعالی نبوی رو به دوران خودمون بیاریم. این سوال اینجوری مطرح بکنیم، سلفی‌های که ما برگردیم که اگر پیغمبر امروز در خدمتشون بودیم چه میفرمودن، چه میکردن؟ مثلا در مورد تحصیل بانوان منع میکردن؟ میگفتن نه، دختران ما نباید برن تحصیل بکنن، نباید دانشگاه برن؟ آیا منع میکردن که بانوان نباید خارج از خونه کار بکنن؟ آیا حق بانوان رو در ازدواج و طلاق و سرپرستی کودکان تصریح نمیکردن، نمیپذیرفتن؟ حقوق مساوی، حالا اینا رو من در بخش دوم سخنم بهش با استدلال میپردازم. ببینید راست حسین، خیلی صریح و شفاف بخوام با شما صحبت کنم، زنان در زمان رسول الله از احکام شرعی احساس رضایت و عدالت داشتند.
خوشحال بودن مسلمانند، چون میدیدن حقوقشون استیفا شده، در کتاب و سنت رسول خدا استیفا شده. اما حالا آیا زنان مسلمان دوران ما از احکام فقهی بانوان چون این احساسی دارند؟ یعنی احساس رضایت دارند؟ یعنی احساس عدالت دارند؟ یا فکر میکنن فرودست شمرده شدن، دست دومن، شهروند درجه دو هستن؟ خب اگر این همچو احساسی دارن، بریم توی افغانستان همچو احساسی هست، بریم توی ایران، بریم توی بقیه کشور مسلمان، تو پاکستان، تو هم کشور همسایه، اگه همچو احساسی دارن، بدونیم اسلام ما با اسلام رسول الله فاصله داره. ما موظفیم خودمون رو منطبق با موازین نبوی و قرآنی کنیم. تا هم خواستیم اینجا میگیم که آقا علما اینجوری فهمودن، فقها اینجوری فرمودن. آقا این فقها و علما بسیار قابل احترامن، اما اینها فتاواشون متعلق به زمانه و زمینه خودشون داره. من پرسیدم آیا فهم علمای گذشته در مورد بانوان معادل نظر اسلام در این مورد در زمان ماست؟ به شما قاطعانه میگم نه. میتونیم در برخی مواردش هم نظر متفاوت داشته باشیم که خواهیم داشت. بنابراین آماده باشید که ما با کمک هم بتونیم به موازین جاودانه شریعت در کتاب و سنت نزدیک بشیم، و اگر فهم فقهای گذشته احیانا یه قصوری تقصیری، نه در زمان خودشون، در زمان خودشون خیلی خوب بوده، در زمان ما اشکالاتی داره، بتونیم اشکالات رو رفع بکنیم و اسلاممون رو، احکام اسلامیمون رو بروز کنیم. یکی از چیزایی که در جوامع شرقی بین ما مسلمون ها متاسفانه جاریست، میگن زنان ضعیفه هستن. اصلا وقتی میخواد اسم خانمش رو بره میگه ضعیفه، یعنی فردی که ضعیف است، و مشخصا میگن ناقص العقل هستن، عقلشون نمیرسه. ما فقط مردا هست که عقلمون میرسه، ما هستیم که باید این مشاغل اصلی جامعه دستمون باشه. خانوما به دلیل ناقص العقل بودن، به دلیل ضعیفه بودن، باید پیرو ما باشن، همیشه تحت ولایت ما باشن، ما منفعت و ضررشون رو درست بسنجیم و بهشون بگیم. حالا موقع ازدواجم عقلشون نمیرسه، ما باید بهشون اجازه بدیم، به دخترمون اجازه ازدواج بدیم. همینطور شما این فرع رو تا آخر ادامه بدیم. برخی چیزا هم به تو احادیث نسبت میدن. برخی از این امور رو با یک مصداق میشه باطلش کرد. خب اگه جنس زن ضعیف است، جنس زن ناقص العقل است، خب چطور شما با این مصداق میتونید توجیهش بکنید؟ ببینید این خانمی که من الان عکسش گذاشتم، مرحوم خانم مریم میرزاخانی، متاسفانه چند سال پیش در جوانی از دنیا رفت. ریاضیدان بزرگ ایرانی، استاد فقید دانشگاه استنفورد آمریکا، به خاطر کاربرد دینامیک و هندسه سطوح ریمانی و فضاهای پیمانی آنها برنده مدال فیلد در سال 2014، 6 سال پیش. من یقین دارم هیچ کدوم از ما تو این جلسه و خیلی از آقایون دیگه اصلا نمیفهمیم اینا یعنی چی. این بخش ریاضی رو نمیفهمیم. مدال، برای که فقط اهمیت این مدال فیلد رو بدونید، مدال فیلد بالاترین جایزه ریاضی در جهان معادل جایزه نوبله، چون نوبل ریاضی نداره، این نوبل ریاضیه. یعنی این خانم در سطح اول عقلانیت ریاضی دنیا قرار گرفته. مریم میرزاخانی نخستین، تنها زن و نخستین مسلمان است که به چنین افتخاری نائل اومد. حالا جرأت میکنی بگی زن ضعیفه و ناقص العقله؟ من توی کلاسام 40 سال دارم تدریس میکنم، توی کلاسام هرگز نمیتونم بگم پسرها بهتر از دخترها میفهمیدن. میتونم با قاطعیت بگم دخترای فراوانی بودن که بهتر از پسرها فهمیدن. بحثم هم غالبا بحث فلسفه بوده، بحث عقل بوده، عقلانیت بوده. غلط است، کاملا غلط است اینکه بگیم زن ناقص العقله. به تربیت ما برمیگرده. وقتی دخترانتو درست تربیت نمیکنی، بهشون امکان بالیدن نمیدید، و خب معلومه، خب نمیتونن برن. اگه فضا رو مناسب ببینن مثل مریم، میتونن افتخار بیافرینن برای کشور خودش، برای بشریت، برای دین خودش. خب
آخرین مباحث این جلسه من در مورد این آیه شریفه است، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی. حالا آیه ادامه داره، من تو این عدلش میخوام تکیه بکنم. خداوند به ما امر فرموده ما به عدالت، حالا به احسان و به امور دیگه، به عدالت رفتار بکنیم. سوال من اینه که وقتی میخوام به عدالت رفتار بکنیم، برخی از موازین عدالت در صدر اسلام با الان فرق میکنه، مشخصا در حقوق زنان. وقتی ما میخوام عدالت رو اجرا بکنیم، مفاد این آیه شریف رو عملی بکنیم، باید به موازین عدالت در قرن اول هجری برگردیم، یا عدالت رو آنچنان که امروز انسان معاصر میفهمد اجرا بکنیم. نفرمایید که عدالت همیشه عدالت بوده. خب اگه عدالت همیشه عدالت بوده، یه مثال برای شما میزنم، بردهداری قبلا عادلانه محسوب میشده، امروز هم بردهداری عادلانه محسوب میشه؟ عقلانیت معاصر بردهداری رو مطلقاً باطل میدونه، اما عقلانیت گذشته توی افلاطون، توی ارسطو، تو همه کتب ادیان ابراهیمی بردهداری وجود داره و به عنوان این که امری ظالمانه است رفع نشده، کنار گذاشته نشده. پس میشه چیزی قبلاً عادلانه بوده باشد، امروز عادلانه نباشد. در حوزه حقوق بانوان هم همین مسئله رو داریم. ببینید، حالا در جلسه بخش دوم سخنم مصادیق عینیش رو به شما میگم. یک امری که باید بهش تصریح کرد، احکام زنان در اسلام تا اواخر قرن 19 هم پیشرفته تر از احکام زنان در دیگر فرهنگ ها از جمله اروپا و آمریکا بوده است. من این رو تو کلاسام برای دانشجوی آمریکایی استدلال میکنم، ده ها فکت میارم که آقا نگاه بکن، حق مالکیت زن مسلمان کی داشته توی آمریکا، از کی شروع میشه و یک قرن نمیرسه. اما سوالم اینه، در قرن بیام اسلام زنان در اسلام پیشرفته تر از احکام بقیه فرهنگ ها هست؟ سوالم اینه، چه باید کرد که احکام زنان در اسلام همچون گذشته سرآمد احکام زنان در جهان باشه؟ سوال اصلی ماست که تو بخش دوم میخوام بهش جواب بدم. خلاصه کنم، اشکال ما الان پیشرفته نیستیم، تو همه چیمون عقب مونده، تو حقوق زنانمون هم مونده، اون به همه چیمون میاد. علتش هم چیه؟ اشکال در فهم و روش ما بوده، نه در متن کتاب و سنت. ما کتابو بد فهمیدیم، سنت پیامبرمون رو غلط فهمیدیم، برای همین پیشرفت از پیشرفت وامونده. کار درست اینه که فهم خودمون رو بروز کنیم، بیان لب و میزان شریعت رو حفظ بکنیم، قشر و قالبش که فقه میشه رو به کنار بگذاریم و فقهمون رو متناسب با شریعت بازسازی بکنیم. به جای حفظ احکام فقهی دوران گذشته یا تقدیس فهم علمای ماضی در جزئیات متغیر، چه کار بکنیم؟ به رعایت شریعت، یعنی موازین ثابت و جاودانی متناسب با زمان و مکان معاصر برگردیم. به شکل مشخص‌تر این موازین چی هست؟ در حوزه حقوق احکام زنان در صدر اسلام این بوده، این احکام عادلانه بوده، اخلاقی بوده، معقول بوده، نسبت به راه‌حل‌های رقیب برتر بوده. اینا اینجوری بوده، برای همین زنان با جان و دل احکام رو میپذیرفتند و عمل میکردند. ولی با تأسف الان بسیار از احکام فقهی خصوصا در حوزه حقوق زنان از موازین چارگانه شرعی که عادلانه، اخلاقی، معقول و برتری نسبت به راه‌حل‌های رقیب فاصله گرفتند. کار ما چیه؟ راه‌حل چیه؟ ما اون چهار میزان شریعت رو حفظ کنیم، احکام فرعی فقهی رو بر اساس اونها بازبینی بکنیم، نه برعکس. کاری که برخی فقهای معاصر میکنن، بیان حفظ احکام جزئی متغیر فقهی رو میکنن و پشت پا میزنن به موازین ثابت و جاودانه، یعنی میگن عادلانه و اخلاقی و معقول و برتر، کاری نداریم، ما اصلا به ذات برتر از همه هستیم. آقا نیستیم. این موازین رو، این موازین چارگانه رو باید با عقلانیت امروز در نظر گرفت، نه عقلانیت قرنها قبل.
ما عقلانیت دوره صدر اسلام مال اون دوره است، اما عقلانیت امروز میفهمه عدالت اخلاقی معقولیت یعنی چی. البته تشخیص این موازین هم به عهده مجتهدان هست، نه افراد غیر متخصص. اینم برای که بدونیم هرج و مرجی نخواهد بود. عرضم تمام. اینم اسلاید آخر. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. شما بهترین امتید، اما به شرط ها و شروط ها، به شرطی که عادلانه رفتار کنید، به شرطی که اخلاقی رفتار کنید، به شرطی که عاقلانه رفتار بکنید. اگر نکنید شما بهترین امت نیستید. دنبال این هستیم که انشاءالله به این خیر امتن با کمک شما برگردیم. بخش اول سخنم تمام شد. از صبر و تحمل شما تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. عنوان بحث عدالت جنسیتی و اصلاح فقهی حقوقی هست. بخش دومش از بررسی احکام شرعی زنان. بالاخره یک تلقی تو جامعه های مسلمان هست که زنان از مشاغل عمومی حساس محرومند. طالبان هم به این قائل، اما فقط طالبان نیستن، خیلی های دیگه هم به این قائل هستن. من اینا رو ردیف کردم که چیزایی که معتقدن خانمان نمیتونن متصدیش بشن. عنوانا رو با قرمز نوشتم، جزئیاتش هم با سیاه. زن نمیتونه مفتی باشه، فتوا بده، مجتهد باشه، فقیه باشه، مرجع تقلید باشه. حالا مطابق مذاهب مختلف عنواناش فرق میکنه، اما یک من عنوان، یعنی بالاترین مذهب، بالاترین مقام دینی رو زنا نمیتونن داشته باشن. بالاترین مقام دینی ایناست که نوشتن. در مورد امامت، امامت جماعت و امامت جمعه، حالا چه برای خانوما باشه، اینو اجمالا برخی پذیرفتن، اما اگر معموم مردها هم باشن خب غالبا گفتن نمیشه زن امام جماعت باشه یا امام جمعه باشه. این هم مورد خب یه سمت مهمی است به هر حال در جامعه دین. اما بحث برانگیزترینش این حوزه زمامداریه، یعنی زن نمیتونه به اصطلاح زمامدار باشه. همه مستندشون هم، حالا خواهرمون هم اشاره کردن، یک حدیثی است که به پیامبر اسلام نسبت میدن، لا یفلح قوم ولد امرهم امرأة، هیچ قومی رستگار شد مگر اینکه زنی رهبری او رو به جامعه به عهده داشته باشه. یعنی وقتی که زنان رهبری جامعه به عهده داشته باشن حتما این جامعه نابود میشه، از بین رستگاری نمیره. لا، مراد از زمامداری چی هست؟ یکی رهبری سیاسی هست، مثلا مثل ایران که ولی فقیه مثلا رهبرشه، یا جوامع دیگری که رهبر سیاسی مذهبی داره. ریاست جمهور هست، خب توی اکثر جوامع، یا نخست وزیر، یکی از این دوتا مهمترین مقام کشورها هست. معاون رئیس جمهور هست، وزیر بودن هست، استاندار بودن، گاورنر بودن به اصطلاح، سفیر هست، فرماندار هست، تا برسه به ریاست اداری، ریاست اداری. خب در مورد برخی که افراطی ترن همه این مناصب رو از زنا محروم میکنن، برخشون رو بالاتریاشو مثل رهبری و ریاست جمهوری و نخست وزیری رو، حالا بقیهش میگن حالا یه جوری پذیرفته است. مورد دیگه سوم، چهارمیش قضاوته. میگن زن به دلیل ناقص العقل بودن که حالا بحثش رو جداگانه مطرح میکنیم، و یا رقت احساسات چون احساسی تر هست، نمیتونه ریاست قوه قضاییه، ریاست دادگاه، دادستان کل یا دادستان جز، بازپرس، شاهد در دادگاه، حتی قاضی در حوزه امور زنان باشه. حالا این آخری رو دیگه خیلی تلخه که بگیم حتی در اموری که مال خانوما هستم قاضیش نمیتونه زن باشه، این دیگه خیلی خیلی معون نمیخوام. یکی دیگه اینه که اصلا حالا بیام مشاغل دولتی عمومی رو به کنار بگذاریم، بخش خصوصی، آیا میشه توی اداره کار کرد، توی یک کمپانی کار کرد که رئیسش خانومی باشه، یا حتی صلاحیت ریاست بر همچو بخش خصوصی هم از خانوما گرفته شده؟ و بالاخره برخی مشاغل هست که آقایون نمیپسندن و صلاح نمیدونن که زنا عهده‌دار اونها باشن. این دیگه ربطی به هیچ کدوم از اونا ندارم. مثال مثلا رانندگی کامیون فرض بکنید، میگه نه، یا رانندگی اتوبوس، اصلا خانمان خوب نیست که همچه شغلی داشته باشه. آیا اینجوری هست؟ یا مثلا برخی شغل مهندسی، حالا جالبه، زن صلاح نیست که مهندس باشه،
یا برخی از ابعاد رشته پزشکی آیا چنین محدودیت های هست؟ خب این یک مسئله سوال جدی است که مطرحه. یکی دیگهش، خب پاسخ من اینه که الان مشاهده فرمود که دلیلشون چیه؟ وقتی هم میخوان همه به اصطلاح کتاب خدا یه سمت، آمدن سراغ آیه 34 سوره نساء، صدرش از رجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. یعنی چی؟ یعنی که آقا مردان بر قوامیت زنان رو به عهده دارن. خب قوامیت یعنی چی؟ حالا بحث خیلی مفصل اینجا است. میگه نه، یعنی سرپرست و نگهبان، اینجوری هم ترجمه میکنه، و به خاطر این فضیلتی است که برتری است که بعضی به بعضی دیگه داده شده، یعنی مردان به زنان داده شدن، و به واسطه انفاقی که اینها آقایون از اموال خودشون، نفقه‌ای که در خانه میپردازن، مهریه‌ای که میپردازن، بنابراین اونها هم تصمیم گیرنده هستن. حالا این هم مستند اکثرشون هست. اینجا من چند تا بحث دارم خدمت شما با توجه به محدودیت وقت. زن در قرآن از کدام، یعنی به شکل ساده میخوام به شما عرض کنم که ما وقتی قرآن تلاوت میکنیم و میخوام تفسیرش میکنیم، یا احادیث پیامبر یا ائمه رو، اولیاء دین رو میخوام تفسیر بکنیم، اول باید مشخص بکنیم آقا ما مسئلمون رو در مورد تساوی زن و مرد جایی قبل از اون، یعنی قبل از مراجعه به متن دینی، حل کردیم یا نکردیم. یه سوال در مورد همین آیه 34 رجال قوامون علی النساء کردم. سوالم اینه که آیا این آیه بحثش منحصر به بحث زن و شوهره یا در مورد مطلق مردان نسبت به مطلق زنان؟ خیلی مهمه. یعنی حالا فرض بکنیم تو خانواده رئیس مرده، به اون دوتا دلیلی که زیل آیه ذکر شده. حالا خارج از خانه، به ما انفقو من اموالهم، آیا هر مردی برای همه زنان داره نفقه میپردازه؟ آیا هر مردی به همه زنان فضل الله بعضهم علی بعض صادقه؟ این چجور ترجمه کردن و تفسیر کردن آیه است؟ این آیه مربوط به روابط زناشویی است، هیچ ربطی به مناسب زنان ندارد. اگر آیه منحصر به روابط زناشویی است، محروم کردن زنان از مشاغل حساس و عمومی نمیتواند مبتنی بر این آیه باشد. یک قاعده تفسیری داریم، این که وقتی میخوام در مورد یک حکم دینی و یک حکمی نظر بدیم، نمیشه با یه تک آیه، دو آیه، سه آیه به اصطلاح بحث کرد. مثلا بگیم للرجال علیهن درجه. خب همین آیه هم آیا این در مورد بحث زناشویی هست یا در مورد مطلق روابط زن و مرد خارج از خانه، در مورد هر مسئله؟ خب اگر اینو در زمینه خودش مطالعه بکنیم، آیه قبلش، آیه بعدش و صدر همه اینا متوجه میشیم. اینم مثل آیه سوره 34 سوره نساء، بحث زناشویی نه مطلق. بنابراین با این آیات نمیتوان زنی را از منصب سیاسی یا اجتماعی یا قضایی محروم کرد. این محرومیت هیچ مستند قرآنی ندارد. قاطعیت میگم هیچ مستند قرآنی ندارد. تازه حالا بیایم در مورد زناشوییش هم بخوام بحث بکنیم، آیه الرجال قوامون علی النساء معلل به دو علته. خب وقتی که یعنی باید اون علت باشد تا معلول که قوامیت به هر معنای هست محقق بشه. خب تو خیلی از خانواده های جدید زن در کنار مرد داره نفقه خانواده رو فراهم میکنه، یعنی مخارج خانواده فقط مردان نیستن که میپردازن، زن هم هست، اصلا نمیچرخه زندگی. تو برخی خانواده ها زن نفقه رو داره فراهم میکنه، زن تحصیل کرده هست، شغل بهتری داره، درآمد بیشتری داره، بنابراین مخارج خونه بر شونه زنه نه بر شونه مرد. حالا میتونیم بگیم که تو اینجا النساء قوامون علی الرجال، یعنی آیا اگر نفقه رو دیگری پرداخت، نوناور زن بود، قوامیت جاش عوض میشه؟ خب اگه علت و معلوله باید اینا رو هم بپذیریم. آیا در تفسیر قرآن توسط بانوان این آیات همین گونه فهمیده شده که مفسران مرد فهمیدن؟ آیا فاطمه مرنیسی آیه رو همین جور فهمیده؟ امینه ودود این رو همین جور فهمیده؟
اینا میخوام بگم، همون ذکر میکردم که جنسیت در فهم فقهی ما تاثیر در تفسیر ما تاثیر داره. ضمن آیات فقهی قرآن که منحصر به آیات الاحکام مشهور نیست، کسی که میخواد در مورد ریاست زنان فتوا بده همه قرآن رو باید در نظر بگیره، نه همین دو سه تا آیه، اونم با یک سوء فهمی. خب در همه قرآن کریم آیات مربوط به ملک سبا هم اومده. حالا ببینید اینا، نگاه بکنه ببینید ازش چی میفهمید. سوره نمل آیات 29 تا 44، مواردیش که کاملا به بحث ما مربوط میشه من برجسته کردم. قالت یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم. خانم ملکه سبا به اشراف، به بزرگان کشور، یعنی اهل حل و عقد اونجا خبر میده که یک نامه‌ای برای من آمده، نامه از حضرت سلیمان. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. این تنها جایی است که بسم الله در غیر خلاصه اول سوره ها در قرآن اومده. چی گفته؟ الله تعالو علی و اعتونی مسلمین، بر من برتری نجو و تسلیم بشید. حالا دقت بفرمایید، به این خانم که رئیس کشوره میگه قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری، بگید بزرگان به من بگید چه کار کنم. ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون، من هیچ کاری رو انجام نمیدم مگر شما شاهد باشید، شهادت بدید، یعنی مشورت بکنید، یعنی به من نظرتون رو بگید. این خیلی عقله، خیلی عقل سیاسی داشته. آقایون چی میگن؟ بهش میگن بزرگان اهل حل و عقل میگن قالو نحن اولو قوتن و اولو بعثن شدید و الامرو الیک فنظری ماذا تعمرین. میگن ما حضور داریم، ما قدرت فراوان داریم، البته هرچی شما بفرمود ما عمل خواهیم کرد. پس نظر آقایون به جنگ. حالا خانم چجوری تصمیم میگیره؟ خانم ملکه رئیس جامعه قالت. ببینید این یکی از حکیمانه ترین بسته گزارهای سیاسی در قرآن کریم. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اضله وكذلك يفعلون. شاهان وقتی به کشوری، جامعه، قریه وارد میشن نابودش میکنن، عزیزان را ذلیل میکنن، اینجوری رفتار میکنن، یعنی جنگ به ضرر ماست. و انی مرسلتون الیهم به هدیته، من یک هدیه برای این قومی که برام فرستن سلیمان و سپاش میفرستم. فناظرتون به من یرجع المرسلون، سب میکنم ببینم پیک ها چه جوابی از اینا به ما میدن. حالا ادامه بحث رو دیگه، آیات دیگری هست تا به اینجا میرسه که قالت، آخرش همین خانم مسلمان میشه، قالت رب انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. عاقبت خیری، من با سلیمان به خداوند پروردگار جهانیان ایمان آوردم. حالا شما برگردید، اگر کسی میخواد بگه قرآن منکر ریاست زنان هست، باید ملکه سبا رو اینجا تخطئه کرده باشه، چون هر مطلبی در قرآن کریم ذکر بشه و نفی نشده باشد حداقل دلیل جوازش تو علم اصول ما اثبات کرد. این مطلب در هیچ جای قرآن نفی نشده، بنابراین ریاست ملکه سبا در قرآن کریم انکار نشده، معناش اینه که قابل رجوع است، قابل تأسیس. تو این داستان چی پیدا میکنیم؟ تصمیم گیری مدبرانه مبتنی بر مشورت و عاقبت به خیری. و سوال جدی من از این فقهایی که خلاف این نظر دادن اینه، اگر زنان برای مدیریت نقصان ذاتی دارن، چگونه قرآن کریم مدیریت ملکه سبا رو تخطئه نکرده؟ مسئله خیلی جدیه. من برعکس وقتی به قرآن مراجعه میکنم احساس میکنم زن و مرد در امر مواردی که ذکر کردم، ریاست سیاسی، دینی، قضایی، اجتماعی، هیچ محدودیتی ندارن، بسته به اصطلاح قابلیت های خودشون با مردا رقابت میکنن، اگر توانایی داشتن اون به اصطلاح امور رو احراز میکنن. خب به عنوان یک واقعیت خارجی، این خانمایی که شما میبینی همشون ملکه سبای دوران خودشون هست، یعنی همشون یا رئیس جمهور یا نخست وزیر. 8 خانم رو من اینجا شمردم به ترتیب،
اولینش یکیشون شیعه هست، هفتاشون سنی. هیچ که نمیتونه بگه این کشورها نامسلمونه، فقط کشور افغانستان و کشور ایرانه که مسلمونه. آه اونا مسلمونه مثل ما، هیچ فرقی با ما نمیکنن. معلومم نیست ما مقربتر در نزد خدا باشیم. خانم بی‌نظیر بوتو، خانم ضیا، خالد ضیا در بنگلادش، خانم شیخ حسینه، ایشون نخست وزیر بنگلادش بودن دو نوبت و امروز هم تنها زن مسلمان نخست وزیر که مقام اول کشور بنگلادش است در دنیا است. نه الان هم ایشون رئیس. خانم مگاواتی در مهم پر جمعیت ترین کشور مسلمان دنیا اندونزی. خانم عاطفه یحیی در کوزوو رئیس جمهور بوده. خانم روزا در جمهوری قرقیزستان رئیس جمهور بوده. خانم تانسو نخست وزیر در ترکیه بوده. خانم امین غریب رئیس جمهور در موریس بوده. خب اینها فقه، اینا هر کدومشون اینا خلافه، یعنی منظور اینه که در عمل ما کشورهای مسلمانی خوشبختانه داریم که برای تصدی زنان در بالاترین مقام سیاسی هیچ مشکلی نداشتن. حداقل اینجا پاکستان رو میبینیم، بنگلادش رو میبینیم، اندونزی، کوزوو، قرقیزستان، ترکیه و موریس. موریس یک کشور کوچیک آفریقایی، بقیه کشورها هم همه بزرگ و شناخته شده هستن. بنابراین این مطلبی که تو ذهن بعضی فقهای ببخشید ارتجایی هست قابل پذیرش نیست. میخواد طالبان باشن، میخواد غیر طالبان باشن. اون قرآنش، حالا در مورد اون حدیث هم که به پیغمبر نسبت میدن سندن مشکل اساسی داره. هرگز پیامبر چون این چیزی نمیتونه فرموده باشه. ما مردا اومدیم یه چیزایی که خودمون میپسندیدیم در قالب حدیث به پیغمبر نسبت دادیم یا به ائمه نسبت دادیم و بعدم حالا اینها فی الواقع تجسم ذهنیت مرد سالارانه ما هاست، نه فی الواقع قرآن و سنت معتبر. این بحث اول من. بحث دوم که سن ازدواج باشه، خب این یه مسئله است که در بسیار کشورها مسئله جدی است، یعنی ازدواج کودکان در افغانستان هم هست و قول رایج اینه که با دختر بچه حتی قبل از بلوغ با اجازه ولی میشه ازدواج کرد. این قبل از بلوغش رو تأکید کردم. متاسفانه وقتی مشکل اقتصادی خانواده داشته باشه به این امور تن میده. بعدم میگه که اصطلاح زناشویی در زمان بلوغ، اما قبلش نه. بعد عدم امکان فسخ ازدواج توسط دختر بعد از رسیدن به سن بلوغ خوشبختانه در حنفیه این پذیرفته نیست، یعنی امکان فسخ داده شده. در بقیه مذاهب اهل سنت حتی این عدم امکان فسخ هم به دختر داده نشده، یعنی پدر آمده به اکراه به اجبار دختر 6-7 ساله رو فرستاده خونه بخت، دختر بزرگ میشه نمیخواد، میگه نه خیر تو شوهر داری مجاز نیستی. آخه خب این مقابل دین قرار میگیره، میگه آخه به چه دلیل اختیار من اراده من و شما هیچ وقت توجه نکردی. بعد جواز هر گونه استمتاع جنسی از این دختر بچه غیر از مجامعت. اینا متاسفانه وقتی بیان بشه میگیم دین ما عادلانه است. آیا این فتوا هم عادلانه است؟ این فتوا اخلاقیه؟ این فتوا عاقلانه است؟ دلیل چیه؟ یه منبع ذکر میکنم، بقیهش هم همین جوریه، از مرحوم سرخسی در مبسوط. دو تا دلیل ذکر کرد. یکی این که پیامبر با عایشه وقتی 6 ساله بود ازدواج کرد، وقتی 9 ساله بود رو به خانه برد. خب جواب که فقها ها نوعاً به این دلیل داده میشه، میگن که مورد عایشه قابل تعمیم نیست. یعنی این که مسائلی بوده در اون زمان، در اون مکان، در اون زمینه چنین ازدواج هایی قبیح شمرده نمیشده، اما الان چنین است. این همون بحثی بود که میگفتم عقلانیت گذشته با عقلانیت معاصر لزوماً یکسان نیست. امروز ازدواج با دختر بچه قبیح شمرده می شود، وحن اسلام شمرده می شه، خلاف حقوق بشر شمرده می شه، خلاف کرامت انسانی شمرده می شه.
ساده نیست اینا رو رفع کردن. حالا شما میخوای به یک فعلی که معلوم نیست فعل جاودانه پیامبر باشه، آقا پیغمبر شما نماز شب هم میخونده، حالا شما وقتی میخواد همچو امری رو تأسیس بکنی، وجوب نماز شب در این امر ایشون واجب بوده برش، بر ما واجب نیست، اون رو هم جز اسوه حسنه ذکر میکنی یا نه؟ این همون نگاه مرد سالارانه به تاریخه، بر فرض این که حالا این سنها درست باشه و چون روایت دیگری هم هست که سن عایشه در اون زمان بیشتر بوده، به هر حال مورد عایشه قابل تعمیم نیست. جای دیگری که دلیل دیگری که سرخسی آورده، من یکیش رو ذکر کردم که متوجه باشیم، این که عد نگه داشتن دلیل جواز ازدواج با دختر بچه هست. در آیه 4 سوره طلاق آمده است که واللائی لم یحضن. خب این یعنی که زنانی که حیض نمیبینن، کیا حیض نمیبینن؟ خب دختر بچه قبل از بلوغ. خب این دو باید عده نگه بدارن، گفتن که این هم دلیل این که با همچو دختری میشه ازدواج کرد. خب جواب بهش دادن که حیض ندیدن که صرفا مال قبل از بلوغ نیست، ممکنه بیمار باشه، ممکنه علت دیگری باشه داشته باشه، بعد از بلوغ هم حیض نبینه. برخی زنها اینجوری هستن، صرفا دلیل منحصر به فردش دختر بچه بودن نیست. حالا این یه قول بود. قول دیگه اینه که حداقل سن ازدواج امری صرفا دینی نیست، بلکه در تعیین اون شورای اهل حل و عقد، مثلا تو زمان ما کمیسیون های خاص مجلس شورا تو هر کشوری هستیم، متشکل از پزشک و متخصص زنان، روانشناس جوانی، جامعه شناس، حقوقدان و فقیه در اون کشور برای حداقل سن ازدواج تصمیم میگیره. سن ازدواج ممکنه تو این منطقه جغرافیایی با اون منطقه تفاوت داشته باشه، سن ازدواج همه جا یکسان نیست. ضمناً بلوغ جسمی و جنسی تنها یکی از عوامل صلاحیت ازدواجه، نه تنها عامل اون. آقا شما اجازه میدید به این که این دختر بچه ولو دختر بالغ 9 ساله بره خونه هست بهش ارث رسیده، بهش اجازه معامله میدید؟ میگید رشد داره؟ رشیده هست اینجا؟ شما در مورد معاملات اقتصادی خیلی شرایط میگذارید، چطور در مورد ازدواج که مهمترین تصمیم یک زن تو زندگیش هست هیچ کدوم از شرایط رو قرار نمیدید؟ نکته دیگه، هر نوع استمتاج جنسی از دختر بچه تو با اجازه ولی جرم محسوب میشه. اگه پدر میتونه هم چه اجازه بده؟ میدونید با شخصیت این دختر چه شما چجوری دارید بازی میکنید؟ چه اثری تو روحش میگذاره؟ اگر این دختر نابالغ باشه جرمنگاری به مراتب شدیدتره. ازدواج دختر بچه با اجازه ولی یا دادگاه هم مجاز نمیشه، چون این ازدواجی باطله، این قبل از بلوغش قطعیه. ببینید باید اینو همون تو بحث انسان شناسی ازدواج بین دو بزرگسال صورت میگیره. دختر بچه نمیتونه درباره مهمترین امر زندگیش تصمیم بگیره، هیچ کس حتی ولی هم نمیتونه به جای او تصمیم بگیره. بگیم باباش تصمیم گرفته، ولی شرعیش تصمیم گرفته، خب این دختر کی میخواد خودش تصمیم بگیره؟ اینو باید بپذیریم، زن آدم انسان، خودش باید شخصا درباره ازدواجش تصمیم بگیره. اگر کسی اینا رو نمیتونه بپذیره مشکل داره، در فهمش مشکل داره، این چون این فردی صلاحیت استفتا نداره، برای که نمیشناسه موضوعش رو. موضوع این بس یک آدم است، زن به عنوان یک انسان، این فقیه موضوع فقیه خودش رو نمیشناسه. یه بحث سن ازدواج. یه بحث دیگه که داریم نفقه و نشوز، که این باز یه قول رایج که ما داریم، حالا که رایج میگم یعنی هم از طالبان و برخی فقهای سنتی بسیارشون میگن نفقه به طور کامل بر عهده شوهر، به همون آیه سوره 34 سوره نساء مثلا استناد میکنه. زن هیچ مسئولیتی در قبال مخارج زندگی زناشویی نداره، میتونه اصلا پولم داشته از خونه پدرش آورده، ارث رسیده یا کسب داشته، هر چی داشته باشه بذار تو حساب بانکیش، بگه ازدواج کردیم، تو باید همه مخارج رو بپردازی. خب در مقابل این نفقه و مهریه‌ای که مرد میپردازه، زن باید تمکین کنه. خب تمکین چیه؟ آمادگی مطلق. ببین تو روایت گفته ولو این که بر ترک شتر باشد، یعنی همه جا، ببین یعنی همه جا برای روابط جنسی مطابق اراده شوهر
در صورتی که عذر شرعی نداشته باشه. صرفا جایی که مرد نمیتونه تقاضایی داشته باشه زمانی که زن مثلا حائض باشه، عذر شرعی داشته باشه. در غیر این باید همیشه آماده تمکین باشه. خب به دلیل نفقه‌ای که میپردازه مرد، جناب مرد رئیس خانواده است. خب زنی که تمکین نکنه، یعنی روابط جنسی و مطابق نظر شوهرش رعایت نکنه، آماده نکنه، ناشزه محسوب میشه، مستحق نفقه هم نیست. اصلا تو ازدواج رسما تو کتب فقهی مینویسه نفقه در مقابل تمکین. مرد نفقه میده، در مقابلش تمکین میخره. زن به اصطلاح آمادگی خودش برای روابط جنسی رو عرضه میکنه، در مقابلش نفقه و مهریه رو میگیره، مثل یه معامله کاملا. خب این قولیست که هست. حالا وقتی میریم با دختر خودمون صحبت میکنیم که مال این دوره هستن و با نسل قبلی و نسل‌های قبلی فرق میکنن، بهش بگه که میخوای ازدواج بکنی، یعنی همچون معاوضه انجام بدی، اصلا رغبت میکنه؟ اصلا درسته؟ قول دیگه اینه که زن و شوهر مشترکاً مسئول تأمین مخارج زناشویی، زندگی زناشویی، نفقه هستن. هر دو مشترکاً درباره امور مختلف زندگی زناشویی تصمیم میگیرن، نه اینکه شوهر رئیس خانواده باشه. تو اغلب خانواده ها، به خصوص خانواده های شهری، اینه که زندگی نمیچرخه مگر اینکه هر دو زن و شوهر کار بکنن، هر دو حقوق خودشونو بریزن رو هم دیگه تا بتونن زندگی رو بچرخونن. وقتی میخوان تصمیم بگیرن با هم تصمیم میگیرن، مشورت میکنن و بعد به یک نتیجه میرسن و عمل میکنن، هر دم در سود و ضررش با هم دیگه شریک. خب نفقه ای که به عهده مرده کیه؟ هم به دلیل شرعی، هم به دلیل عقلی، در زمان حاملگی و شیر دادن به نوزاد که دومی دو ساله، تأمین نفقه زندگی منحصرا بر عهده شوهر، اما بقیهش مشترکن. چرا در این دوره؟ برای که این دوره زن عذر داره، عذر کاملا موجه داره، باید مخارجش پرداخت بشه تا بتونه بچه متولد بشه و بچه به شیر دادنش هم تمام بشه. نکته دیگه که غالبا توی جوامع کمتر پیش رفته مشکل، میگه که ازدواج کردم، نفقش هم میپردازم، مهریه هم پرداختم، هر زمان که عشقم کشید باید زنم در اختیارم باشه برای مسائل جنسی. خب حالا چه زن زمانی است او تمایل نداره؟ خب ازش سوالم کردی که روابط جنسی همونطور که برای تو لذت آوره، باید برای طرفت هم، برای همسرت هم لذت آور باشه، یعنی طرف تو طرف رضایت داشته باشه. اگر زن رضایت نداشته باشه، معلوم نیست استمتاع جنسی مجاز باشه. بنابراین نوشتم استمتاع جنسی شوهر از زن خودش بدون رضایت زن ممنوع است. تو باید دلشو به دست بیاری، رضایتشو جلب کنی. زن آدمه، الزاماً باید رضایت او در هر موردی جلب بشه. اگر جلب نشه، توی بستر مسئله عنوان تجاوز شوهر به زن امروز یه عنوان شناخته شده است تو حقوق بین الملل. حالا تو جوامع شرقی متاسفانه به توجه نمی کنن. اگر زن و شوهر اختلاف پیدا کردن، بعد از مراجعه به حکم مرضی و طرفین به دستور قرآن، دادگاه خانواده تصمیم میگیره. و این نکته مهمیه، شوهر مطلقاً حق دست بلند کردن روی زن نداره. نگو که وزر بوهن نه. خب این شرایط دیگری هم داره. اصلا تو قبول میتونی اثبات بکنی که حکم این آیه حکم دائمی در همه شرایط زمانی مکانیه؟ اون زمان، زمان نزول آیه، زن زنده به گور میشده، از هیچ حقوقی برخوردار نبوده، به ارث میرسیده. یعنی وقتی مرد میمرده، جزء چیزایش که به ارث به پسرش میرسیده زنش بوده. اینا تو دوره جاهلی بوده. اسلام اومده به زن کرامت و شرافت داده. اون زمان که زن کشته می شده، حالا وزر بهنه عادلانه بوده. اگر فرض کنیم معناش همین گونه باشد که تو روایات آمده که به گونه ای زده نشود که فرض بکنید جایش بماند، مثل زن ریحانه هست، قهرمانه نیست. ولی از اون سمت آیا سراغ دارید که رسول خدا هرگز زنانش کتک زده باشه؟ یک مورد تو تاریخ ثبت شده؟ خب آیا تو دوران ما این امر عادلانه است؟ این امر اخلاقیه؟ این امر عاقلانه است؟ این امر در مقابل راهل‌های رقیب پذیرفته است؟ برتره؟
هیچ کدوم اینا نیست. به چه دلیل این شرعی محسوب میشه؟ میتونیم بگیم که این در زمان خودش موجه بوده، اما دلیل نداره برای همیشه موجه باشه. ذکرم نکن در قرآن آمده، توی قرآن بردهداری هم آمده. حالا چون تو در قرآن بردهداری اومده، ما باید این برده بگیریم؟ مسلما نه. عقلم خدا بهمون داده، همون قرآنی که خدا فرستاده عقلم بهش در کنارش فرستاده. اینا بحث فقهی داره در جداگانه، جزئیاتش رو من توی مقاله مستقلی نوشتم برای کسایی که بحث استدلالی میخوان، که الان فرصت نیست که همه جزئیات رو توضیح بدم، اونجا در چند مقاله در کتاب نوشتم، آدرس نوشته هم هست در خدمتتون، میتونید مراجعه کنید یا توی سوال و جوابا بهش بپردازید. ولی الان اگر کسی از من بپرسه میگم که خیر، اگر از زنت ناراضی هستی میره دادگاه. فقط قاضی حق داره این مجازات رو اعمال بکنه توسط مأمور قضایی. مرد مأمور چیز ثابت قضایی نیست تا این مجازات رو بخواد نسبت به ولو زنش جاری بکنه. در مورد طلاق که یکی از بزرگترین مشکلات رایج هست، در قول رایج گفته میشه که طلاق مطلقاً حق انحصاری شوهر است. اصلا عنوان فقهش هم میگه ایقاع، نه عقد. عقد دو طرفه است، ایقاع یک طرفه است. در طلاق نه رضایت زن لازمه، نه حتی اطلاع او. خانم تو خونش نشسته، برش نامه رسون، نامه میاد یا با اس ام اس میگه که انت مطلقه، باشه برو طلاقت دادم. اصلا ازش پرسیده بهش هم لازم نیست خبر بده، از الان عده نگهدار، تو دیگه زن من نیست. حتی توی ما سه جور به اصطلاح جدایی داریم: طلاق داریم، خلع داریم، مبارات داریم. در طلاق مرد فقط میخواد طلاق بده، در خلع زن میخواد طلاق بگیره، در مبارات طرفین مایلند که از هم جدا بشن. حالا میگیم بله ما خلع هم داریم، توی خلع زن مهریه خودش رو میپردازه، یا میگه مرد راضی نمیشه بیش از مهریه به زن، به شوهر میپردازه یا قول پرداخت میده تا اینکه شوهر طلاقش بده. حالا در نظر بگیرید اگر شوهر این رو گرفت، به اصطلاح اموال رو گرفت، مهریه رو گرفت، اما حاضر نشد صیغه طلاق رو جاری بکنه، در فقه میگن که این الزام بر شوهر نیست، اختیارشه. در نهایت این شوهره که باید صیغه طلاق رو جاری بکنه. اگر نپذیرفت کارش نمیشه کرد. نهایتا زن به دادگاه شکایت میکنه، اینم خیلی طولانی هست، اسر و حرج میگیره، حکم اسر و حرج بگیره که قاضی به اصطلاح به دلیل اسر و حرج اگر اثبات بشه که این شوهر صلاحیت همسری ندارد، صیغه طلاق رو جاری بکند. یعنی زن مطلقا در هیچ شرایطی نمیتونه طلاق بگیره. مسئله بش اینه. قول دیگه اینه که آقا طلاق هم مثل ازدواج عقده، رضایت طرفین لازم داره. چطور موقع وارد شدن در زندگی مشترک رضایت زن رکنه؟ یعنی بدون رضایت اصلا ازدواج نیست، ازدواج باطله. حالا موقع انفصال این پیوند زناشویی، اونجا دیگه زن عقلش نمیرسه، احساسی، مرد فقط باید تصمیم بگیره. ببخشید این به هیچ وجه معقول نیست، به هیچ وجه معقول نیست. اگر زن عقلش نمیرسه، در موقع ازدواج هم عقلش نمیرسیده. جاری کننده صیغه طلاق در زمان ما قاضی دادگاه باید باشه که بعد از عدم موفقیت حکمیت از طرفین، شنیدن دعاوی طرفین، صیغه طلاق جاری بکنه. زن و شوهر در ازدواج و طلاق حقوق مساوی دارن. بحث مهریه هم که شد، در صورت تقاضای زن الزامیه. اگر تقاضا نکرد استحبابی، هدیه‌ای که از جانب مرد به زنش می‌پردازه. اینو نوشتم گفتم به خاطر اینکه مرد فکر نکند که صرفاً چون مهریه پرداخته و نفقه میپردازد مالک همه چیز، از جمله تصمیم گیری در مورد انتهای زندگی و طلاق. این امر قابل دفاع نیست. اگر میخواهید دفاع کنید به اون چهار ملاکی که اول عرض کردم: عادلانه بودن، اخلاقی بودن، عقلانی بودن و برتر بودن احکام اسلامی نسبت به غیرش، باید مراجعه کرد. خب حالا بیام سراغ بحث آخرم. من وارد جزئیات نشدم تا فرصت بیشتری برای پرسش‌های شما باشه.
الان میخوام بگم که مردان برای به رسمیت شناختن حقوق مساوی برای زنان راه درازی در پیش دارن، به خصوص در جوامعی که فی الواقع در مورد پیشرفت فرهنگی اجتماعی نیاز به کار بیشتری دارن. در این جوامع نوعاً مرد سالاری با اسلام معادل فرض شده، یعنی فکر شده که تفکر اسلامی به ذات یک تفکر مرد سالاری است. با چند تا از این آیات هم که بهش اشاره کردم اینها رو دستگیره خودشون کردن و فکر میکنن خدا و پیغمبر و قرآن داره از این تفکر دفاع میکنه و این درست نیست. اون چیزی که به عنوان مرد سالاری در فرهنگ اسلامی وجود داره اینها فلواقع عرف عربی یا عرف جوامع شرقی است، نه میزان جاودانی اسلام. اینا رو میشه کامل اثبات کرد و اون چیزی که خدا فرموده، اما نه توی یک مجموع آیات رو در نظر بگیریم که من تو اون مقاله بازخوانی حقوق زنان آیات دسته اول آوردم، گفتم نگاه کنید ما این آیات هم داریم، تو این آیات زن و مرد مساوی هستن. آیاتی هم داریم که در نظر ظاهری به نظر میرسه مردان برتری دارن. حالا کدومش رو باید به نفع دیگری توجیه و تبیین کرد؟ نوعاً آمدن فقهای سنتی افکار طالبانی میگن که اصل و پایه رو باید آیه های مدافع مرد سالاری تصور کرد، اون آیاتی که دلالت بر استرا تساوی حقوقی میکنن اونها رو به نفع آیات مرد سالاری تبیین و توجیهش کرد. من گفتم چرا برعکس نکنیم، آیات تساوی حقوقی رو اصل میگیریم، آیات دسته دوم رو بر اساس آیات تساوی حقوقی تبیین و توجیه میکنیم. بگیم این آیات دسته دوم یعنی عدم تساوی حقوقی، اینها حکم موقت دوران خودشون بوده، حکم جاودانی اسلام نیست. جزئیات رو میتونید اونجا مطالعه بفرمایید. حالا اگر ما میخوایم، بالاخره این فقها همشون درد اسلام دارن، من در خیرخواهیشون تردید ندارم، اینها مطمئنن که اگر امر دایر بشه به خیر اسلام منافع شخصیشون رو ایثار میکنن تا اعتلاء اسلام، بزرگی اسلام باقی بمون. حالا من خدمت اونا عرض میکنم، بدون به رسمیت شناختن حقوق مساوی بین زن و مرد، اسلام متهم به اجحاف به حقوق زنان شده و این عامل وهن اسلامه، وهن یعنی توهین اسلام. یعنی شما تو هر کلاسی که بنشینید بخواید بحث از حقوق زنان بکنید، اولین سوالش اینه که آقا تو کتاب شما نوشته زنان رو بزنید، نوشته زنان از حقوق مساوی برخوردار نیستن، نوشته که مردان بر زنان برتری حقوقی دارن، شما چجوری از دین دفاع میکنید؟ یا شما بیا توجیه بکن، یا بپرش اینو تو پستوی کارات پنهانش بکن. اما دیگه زمان رسته که اینها فایده نداره، دختر خود ما هم، خواهر خود ما، مادر خود ما هم اینا رو نمیپذیره، میگه من دنبال دینی هستم که پیغمبرش اینقدر به زنان اکرام میکرده، احترام میکرده. این آیات هم هست، آیه اول سوره نساء هم هست، آیاتی است که در آخرت زن و مرد ندارد، که ما هیچ مرد و زن مؤمنی رو مؤمنه ای را نفی نمی کنیم، اینا هم هست. یعنی به عبارت دیگه ما الان در یه دوراهی قرار گرفتیم، حفظ آبروی اسلام یا حفظ منافع مرد سالاری. ببینید یه عکس هم من گذاشتم اینجا، آقایون اینجا یه دوراهی هستن، راه راست میره به آبروی اسلام. آبروی اسلام در زمان ما با به رسمیت شناختن تساوی حقوقی تامین میشه. راه چپ منافع مرد سالاریمون اختزا میکند که ما به همون تلقی سنتی باقی بمونیم، بگیم که همه این آیات و روایات باید بر اساس این نگاه تفسیر و تبیین بشه. خب من با صراحت خدمت شما نوشتم ادامه برخورداری از منافع مرد سالارانه به قیمت وحن اسلام تمام میشه، این برو برگرد ندارد. یعنی توی جهان معاصر اگر شما بخوای دین و مرد سالاری گره بزنی، در این صورت
زنان را از اسلام در زمان ما در گروه به رسمیت شناختن عدالت مساواتی در حوزه حقوق زنان و وداع با عدالت استحقاقی. این دو تا یعنی چی؟ همه ما مسلمان ها ان الله یأمر بالعدل والاحسان، عدل رو قبول داریم، اما خود عدالت منظور عدالت مساواتی یا عدالت استحقاقی؟ عدالت استحقاقی یعنی به هر کسی آنچه که مستحق آن است داده می شود، ولی مساوی نیستن. مثلا برده حقش برده بودنه، حق ذاتیش برده بودنه، بنابراین نمیشه بهش حقوق مساوی اقتصادی یا سیاسی داد. زن اینا رو نوشتن، اینا تو کتابی فقه ها هست، سنی و شیعه، میگه زن مستحق فرو دست بودن برای ایفای وظایف مادری و خانه‌داری است. نمیشه اگر به او حقوق مساوی سیاسی اجتماعی بدهی، این خلاف استحقاق است. او استحقاق ندارد، ذاتاً فرو دست است. نمیگه این عدالت است، عدالت خدا میگه عدالت تکمیلیه. اگر بهش این حقوق ازش گرفته شده، در مقابلش گفته شده جهاد نرو، نماز جمعه واجب نیست برات، نمیدونم نفقه و مهریه هم که به تعلق میگیره، بعد که چی میخوای؟ تکمیل شده، مساوی است. با این شکل به عدالت استحقاقی و تکمیلی عدالت رعایت شد. امروز گفته میشه که آقا اصلا معنای عدالت این نیست، معنای عدالت عدالت مساواتی است. یعنی من و شما، مگه ما مردا هممون با هم به لحاظ بهره هوشی یکی هستیم؟ اما حقوق مساوی داریم. مگر به لحاظ توانایی کار اقتصادی یکی عقل اقتصادی بیشتری داره یکی کمتر داره، ولی هممون حقوق اقتصادی مساوی داریم. در حوزه رأی دادن مگر هممون مثل هم هستیم؟ ولی هممون یک رأی داریم، هر کدومون یک رأی داریم، مساوی. این میگن عدالت مساوی، مساواتی، علارغم برخورداری از فی‌الواقع برخورداری های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ولی به لحاظ حقوقی همه مساوی هستن. در مورد زن و مرد هم همین جوریه. ما منکر تفاوت زن و مرد نیستیم، منکر این نیستیم که مثلا احساسات زن بهتر از احساسات مرد است، منکر این نیستیم که توان بدنی مرد، فیزیکی مرد بیشتر از توان فیزیکی زن است، اما در حوزه حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اینا هیچ کدومش دخیل نیست. ما دنبال حقوق مساوی هستیم. این نکته مهم است. حالا شما میتونید، مردان شنونده من میتونن بین آبروی اسلام و بین منافع مردسالارانه خودشون یک رو انتخاب کنن. انتخاب با شماست. امیدوارم که انتخاب شما کلمت الله هی الاولیا باشد، یعنی این که ما برای اطلاع کلمه الهی از منافع زودگذر دنیویمون بگذاریم. از صبر و تحمل شما تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.